خبرگزاری رویترز به نقل از برخی دیپلومات ها گزارش داده از زمان حمله به تاسیسات نتنز در ماه آوریل ایران اجازه بازرسی از آن را به کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی نداده در این بین اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضرورت ادامه نظارت بر فعالیت های اتمی ایران تاکید کردند گیتاریان و جزئیات بیشتر گزارش شش ماهه دبیرکل سازمان ملل در مورد اجرای توافق هسته سال 2015 با ایران چهارشنبه در شورای امنیت به بحث گذاشته شد. معاون دبیر کل در امور سیاسی و ایجاد صلح ادامه نظارت بر فعالیت های اتمی ایران را ضروری میدونه. I call on the Islamic Republic of Iran. من از جمهوری اسلامی ایران میخواهم بدون درنگ تفاهم فنی موقت با آژانس را اثر بگیرد از کاهش تعهدات خودداری کند و به اجرای کامل توافق بازگردد نماینده آمریکا در جلسه گفت که در مذاکرات وین یک سری مسائل برای بازگشت واشنگتن و تهران به توافق هسته مشخص شده اما نگرانی های دیگه هم وجود دارند We will to use all tools are... ما کماکان از همه ابزارهایی که در اختیار داریم برای مقابله با فعالیتهای ایران که منجر به بیثباتی منطقه می شود و تشویق به اجرای دیگر قطنامه های شورای امنیت استفاده خواهیم کرد. سفیر روسیه گفت در وین چارچوب توافقی تهیه شده و اتحادیه اروپا هم میگه که وقت کم هست. سفیر ایران گفت تهران از واشنگتن تضمین میخواد که آمریکا دوباره از توافق خارج نشه. نماینده چین هم این خواسته را مطرح کرد و سفیر بریتانیا از رئیس جمهوری منتخب ایران خواست که ایران را در جهتی جدید به حرکت در بیاره و سه راه پیشنهاد کرد برطرف کردن نگرانی ها در مورد برنامه اتمی پایان دادن به فعالیت های خرابکارانه و توافق توقف نقض حقوق بشر دبیر کل سازمان ملل از آمریکا خواسته تا در تحریم های غیر اتمی تجدید نظر و معافیت فروش نفت ایران رو تمدید کنه گیتا آریان صدای آمریکا